فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه. تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن، بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تحقیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی، تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد و آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن. نظام اسلامی سرنگون میشه، دروغ جمهوری اسلامی رو باور نکن. با درود خدمت همه هموطنان عزیزمون، آدین شب شما عزیزان در ایران به خیر و شادی باد، همچنین عزیزانی که در سراسر جهان هستن. سپاس از این که اجازه میدید برنامه امید جاودان از شبکه محبت در منازل شما همچون مهمانی باشه، باشه که امروز با فیض خدا من به مسندهای دلت و هموطنم هر آنچه که هست خدا نیز اجابت کننده باشه. مشروط بر این که موضوعی هست که در قلبت هست، مدتی تو رو اذیت میکنه، نگرانی هست، ترس هست، مبادا با این ترس ها و نگرانی ها سر بر بالش بگذارید. به راحتی میتوانید با ما تماس بگیرید با شبکه محبت با شماره تلفن هایی که پایین صفحه مشاهده میکنید. عزیزانی که روی فیسبوک هستن میتونن همین الان از شبکه محبت برنامه ما رو شیر کنید با دیگران و همچنین روی فیسبوک پرژن ورشیپرز میتونید شیر کنید. عزیزان ما رو میتونید از شبکه امید جاودان همین الان ببینید، روی اینستاگرام میتونید ما رو ببینید و همچنین روی یوتیوب، و این رول این اطلاعات رو بدید. این نیست خودش یک خدمتی هست به ملکوت خداوند، چرا که کلام خداوند رو تشویق میکنه که بریم بشارت بدیم. امروز این شرایط برای من نیز مهیا شده به توسط این شبکه و برای بقیه برنامه گذاران، اما شما که اون ور صحنه هستید یک سهمی داری به عنوان یک ایماندار. یکی از سهمای ما این هستش که بتوانیم اخبار خوش انجیل عیسی مسیح رو به گوش دیگران برسونیم. خیلی از عزیزان هستن میگن که برای ما چقدر سخته ما بخوایم خبر خوش نجات رو به دیگران بدیم، بشارت دادن، گواهی تو بده چگونه مسیح ایمان آوردید، و یا میگن که آخه بعد از ما مثل شما نمیتونیم صحبت کنیم. باور کنید ما مثل خودمون صحبت نمیکنیم، اینجا که میایم دعا میکنیم اجازه میدیم روح القدس صحبت کنه، که حتما سخنان نیکو از او هست، حتما اشتباهم از من هستش، اما با محبت او خبر خوش میرسه. پس شما به راحتی همین الان میتونید با دیگر هموطنان عزیزت که احساس میکنید نگرانن، خسته دل هستن، مریض هستن، تماس بگیرید و بگید که این برنامه الان برنامه زنده است و میتوانید تماس بگیرید. مشاورین ما میتونن برای شما دعا کنن و همچنین من در خدمتتون هستم و ایمان دارم مطابق وعده خداوند که اعلام میکنه هرگاه دو یا سه نفر در نام من هر آنچه بخواهند خدا به آنان خواهد داد. بدون شک میپذیریم، چون خداوند ما عیسی مسیح خدای زنده هست. هموطنان عزیزم نترسیم، نگران نباشیم. جا داره عرض تسلیت بگم به ملت ایران و همچنین خانواده آقای نوید افکاری که متاسفانه شنیدیم اسلام یک بار دیگه یکی از قهرمانان ایران زمین رو اعدام کرد، و این کار اولش نیست، 1400 سال هستش و همون گونه که میدونید 1200 سال پیش هم نیست. این اسلام بود که ایرانی ها وقتی که در برابرش ایستادن مانند بابک خرمدین، اونها رو نیز در مسیر مخالفت با اونها به قتل رسوند. پس هموطن عزیزم، آنچه را که داریم میبینیم از دیدگاه یک آخوند نبین، از دیدگاه یک نظام اسلامی نبین، این رو بدونید پاسداره، بسیجیه، همه اینها کسانی هستن که مرید اسلام هستن. شاید شما به عنوان یک مسلمان‌زاده امروز میل به این نداری که کسایی که دیگر باور هستن رو تحقیر کنی، بهشون بگی کافر، نجس، و یا به عنوان یک زن ایرانی امروز شما میل به این ندارید که با حجاب اسلامی زندگی کنید. شما یک آزاداندیش هستید،
آزاد اندیشی شما نشون میده شما مسلمان نیستید، شما مسلمان زاده بودی هموطن عزیزم. پس برای آزادی، برای رهایی آستین ها را بالاتر ببرید. از این به بعد نه فقط سرنگون باد نظام اسلامی، از این به بعد می باید بنویسیم بر در و دیوارها اسلام نه، ما مسلمان نیستیم، و روی اسلام زبدر بزنید. اینها باید متوجه بشن ملت ما دیگه اسلام رو نمیخواد. وقتی اونها میفهمن ما اسلام رو نمیخوایم، خواهند ترسید. در غیر این صورت با همین باورهای اسلامی تحمیل میکنن دوباره قوانین دیکتاتوری رو بر هر ایرانی. قبل از اینکه تلفنی داشته باشیم، تشویقت میکنم هموطن عزیزم، هر موضوعی که امروز باعث درد و رنج تو هست، از جمله بودن این نظام اسلامی در طول 41 سال، از جمله خطر اعدام دوباره آزاداندیشان همچون برادران خود نوید افکاری که تحت شکنجه متاسفانه ایشون کشته شد، بیاییم با همدیگه متحدن میخواییم دعا کنیم برای تسلی تو، برای اجابت دعای تو. و خواهش میکنم هموطن عزیزم، از خدا بخوا این غیرت رو درونت بیشتر کنه، این غیرت درونت بیشتر بشه تا بتوانی در برابر قدرت تاریکی بیستی. هللویای خود قدوس پدر آسمانی، حقیقتا ممنون شکرگزار هستم که فیض و رحمت تو سه خداوند اجازه میده این خدمت رو ما به دوش داشته باشیم. از تو میخوام ای خدا رضایت تو باشه، حکمت تو بر ما باشه ای خدا، قوت تو باشه، پری روح القدس باشه، و در نام عیسی مسیح از تو میخوام آسمان ایران رو اینک باز کنه ای خداوندا، آسمان ایران رو باز کن از هر تاریکی ای خدا، از هر دروغی ای پدر جان، از هر مذهبی همچون مذهب اسلام که از طرف شیطان هست، باز کنه ای خدا و روح پر جلال تو جاری بشه ای پدر جان، چه در خواب و چه در بیداری و چه در رویا. خداوندا جوانان ما رو، دختران و پسران ایرانی رو، پیران ما رو تو ملاقات کن، حقیقت تو بر آنان مکشوف بشه ای خدا، تا قلبشون متعلقه به تو باشه ای یهوه خدای زنده. همچنین از تو میخوام خداوند مطابق فیضت تمام عزیزانی که با دعای من متحد هستن نسبت به ضعف جسمانی، نسبت به نگرانی هاشون، مشکلات مالیشون ای خدا و هر آن چه که هست، تو با فیضت اجابت کننده آنان باش. وقت ما توی دستای تو باشه و تو سخن بگو و تو اجابت کن، در نام عیسی مسیح آمین. آمین که هموطن عزیزم، خداوند شنونده است نسبت به آنچه که تو اعلام میکنی در نام عیسی مسیح. تلفن های ما باز هست، عزیزانی که مایل هستن میتوانن با ما تماس بگیرن، در خدمتشون هستیم. همچنین مشاورین ما نیز هستن و برای شما دعا میکنن، و اگر موضوعی هست نسبت به اینکه میخواید مشورت بگیرید، عزیزانی هستن که میتونن در این قسمت شما رو یاری کنن، هم مشاورین هستن هم شبانان ما هستن که در این تلویزیون خدمت میکنن. آنچه را که خدمتون عرض کردم نسبت به نوید افکاری که مسلماً شاید ملت ما در این شرایط هرگز غافلگیر نشن، چرا که میدونن که این نظام مدام این کار کرده. در اصل اسلام 41 سال هستش که مردم ما رو در درد و رنج گرفتار کرده و مجال این رو نداده که اون گونه که دوست دارن زندگی کنن، اون گونه که حتی باعث آزار برای دیگران نخواهند شد. اما ایمان داریم که نهایتاً ستم و ظلم پایدار نخواهد بود. در مزمور 62:10 میخوانیم، اعلام میکنه کلام خدا، بر ظلم توکل مکنید، و این نظام توکل کرده، این نظام بر ستم توکل کرده، بر شخصی مانند نوید افکاری توکل کرده، و بر غارت مغرور نشو، و چون دولت افسوده شود دل در آن مبندید. میبینیم که اینها با دزدی هاشون چگونه دل بر این دولت ظالم بستن. حتما سرنگون میشن. بریم با هم دیگه اولین خط رو داشته باشیم. خواهرمون کتایون از ایران در خدمتشون هستیم، بفهم خواهش کنم. درود بر کشیش رسول عزیز نازنینم، برگزیده خداوند، و درود بر مدیران و کارگردان و دست‌اندرکاران شبکه محبت، و همچنین درود بر خواهر برادرای عزیزم که مشاوره میدن به ما. آمین. درود بر شما. سپاس از مهربانی. گواهی بدم.
بفرمایید. من 2 هفته پیش یه گواهی راجع به کرونا دادم ولی متاسفانه آخر برنامه بود. کسی سرسول اگه سلام میدونید بگم، یه گواهی دیگه هم باز دارم اگه شما آره. سلام اگر لطف کنید چون آره خواهر کتایی، به خاطر اینکه تلفن‌های ما بسیار خواهد شد، اگر شد یکی از گواهیاتون رو برید، هفته دیگه در خدمتتون هستیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. جان بفرمایید یکی از گواهیاتون رو بدید. با... میتونیم یکی از گواهی ها شما رو الان بشنویم. یکیشو بگم. خب میدونم. بله بله. کرونا راجع به یه چیز دیگه بگم. بفرمایید هر چی در قلبتون هست تو چند دقیقه میتونید بفرمایید. خب من تو قلبم اینه، من دقیقا 13 سال پیش در عذاب و رنج شدید بودم و بیش از حد در عذاب بودم، به طوری که ساعت 1 شب بود از خونه زدم بیرون، پناه بردم به یک کنجی نشستم، گفتم خداوند اگه هستی چرا جواب من رو نمیدی؟ چرا نگاه به این دخترت نمی کنی؟ من بیش از حد دارم رنگ میبرم، من آتیش دارم میگیرم، این آتیش خاموش کن، هستی خودت نشون بده، یک علامتی، یک کاری، یک چیزی، من نمیدونم، تو میدونی، من اصلا نمیفهمم، وقتیم خداوند هستش، نماز نمی خونم، روزه نمی گیرم، هیچ کاری نمی کنم، ولی میدونم خداوند هست. تو کیستی؟ تو کی هستی؟ بگو به من. امشب حتما علامت این چیزی من ازت میخوام. دستم خونه خوابیدم. خوابیدم در دستم تو کما. در روز که تو کما بودم این نمیدونم اندام بود 10 تا فرشته دور تختم رو گرفتن. گرفتن فرشته های جوان، البته نه بانده باشن. با موهای بلند با صحبت میکردن، از آینده میگفتن. همینطوری من میشنیدم تو کامپیوتر میشنیدم، یه دفعه دیدم یه آقای دست بلند اومده دست زد بشونم، گفت پسندم و صدای تو رو شنیدم، قبلا هم شنیدم، الان هم شنیدم، ولی با من آشنا نیستی، با من آشنا میشی، میگردی، منو پیدا میکنی، اون موقع میدونی من هستم کار میکنم. از موقع اومدم بیرون و حتی کسی رسول اینو من میخوام بگم شما باور نکنید، چون خداوند میدونه. من گفت یکی از فرزندان تو از دست خواهی داد، بخصه نخور، من به دادم ازت میگیرم، حتی تو خواب اینم به من گفت تو کما. خدا رو شکر بلندم و خدا شروع کردم، اما دنبالش میگشتم 18 سال بود دنبالش گشتم، کتاب گرفتم با دیگران مشورت کردم تا رسیدم به کجا؟ به شبکه شما. اول شبکه دوستان و شبکه محبت که بهترین شبکه است، البته همه بهترین هست، ولی من شما ها رو دوست دارم. نظر لطفتون سپاس از مهر شما. آمین سپاس گذارم خواهر کتایان عزیزم. خدا نگهدارتون باشه، فیض خدا باشم، سپاس گذارم ممنون. شما رو دستان مسیح میسپارم. چقدر زیباست عزیزان، تشویقتون میکنم گواهی ایمانتون رو اعلام کنید. این شرایط ایجاد شده، حتی گاهی هستش که ما نسبت به دوستانمون، عزیزانمون، اطرافیانمون، خانوادهمون نگران هستیم. به طور خاص وقتی در ایران هستیم میگیم حالا به اینا بگیم ما به مسیح ایمان آوردیم، آیا ما به اینا بگیم که خداوند عیسی مسیح در زندگیمون چیکار کرده؟ گویا یه ترسی با ما همراه هست که در حضور خدا این ترس برداشته میشه، مطابق آنچه که در اعمال رسولان 1:8 اعلام میکنه از روح القدس پرشیم تا نترسیم. حقیقتا فرزندان خدا نباید بترسن، غرض بر این نیستش که ناحکیمانه عمل کنیم، اما ترس نباید داشته باشیم. خیلی از دوستان شاید خورده میگیرن از من، به من علنا هم گفتن شما یه کشیش یه شبانی، چرا مردم میگیرن تو تظاهرات؟ خب شما باید حافظ برفرض این گله باشی که اصطلاحا شاگردان مسیح هستش،
باید باشیم. اما فراموش نکنیم عیسی مسیح به تمام کسایی که به او ایمان می‌آورند اعلام کرد صلیب خودت رو بردار. مسیح صلیبش رو برداشت. مسیح به ما اعلام نکرده که همه چیز نایس و خوب خواهد بود. حتما اراده خدا این هست. اما عزیزان نترسید و خبر خوش نجات رو به همه اطرافیانتون بدید، مانند خواهر کتون عزیز که این گونه ایمان آورد، آنها نیز ایمان خواهند آورد. بریم با هم خط دیگه ای رو نیز داشته باشیم. برادر عزیزم عباس جان، من در خدمتون هستم، بفرمایید برادر عباس. درود بر شما کشیش رسول. درود بر شما عباس جان، خوشحال هستم با تو صحبت میکنم، بفرمایید. من هم خیلی خوشحالم که برای اولین بار با شبکه شما، شبکه محبت تماس بگیرم. درود بر شما. سپاسم مهر شما. درود بر شما. درود بر شما. من اولین باره که تماس میگیرم و خیلی هم خوشحالم. عزیزی. با شما درود میفرستم. شما واقعا خیلی زحمت میکشید. خواهش میکنم. جلال از آن خداست. ما هم دوستتون. عباس شما قلبتو به مسیح دادید، بله؟ بله بله. خدا رو شکر. هللویا. من خدا رو شکر. ممنونی. تشکر. میخواستم بدونم تو بندرعباس چقدر. الو صدا میاد؟ جانم بله بله بفرم خواهش کنم. بفرم خواهش. میخواستم بدونم تو بندرعباس چقدر هم ایماندار رو هستن. من میخوام با اینا چیز باشم، هفت آمد داشته باشم باشون صحبت کنم. من اینو میدونم که عباس جان اکثر ایرانیان دیگه مسیح ایمان آوردن. اکثر ایرانیان در جایگاهی قرار گرفتن که خرد حاکم بر اونها شده. اکثر ایرانیان متوجه اشتباهات گذشتگان خودشون شدن و خیلی ها هستن. در بندرعباس هم خیلی هستش. و دیگه به ندرت خانواده هستش که یک نفرش قلبش به این محبت مسیح لمس نشده باشه. اما اگر اجازه بفرمایید بعد از اتمام برنامه امید جاودان تماس بگیرید، من در خدمتون هستم، ببینم چه خدمتی میتونم در این رابطه بکنم یا با خود شبکه مستقیم میتونید در تماس باشید. ولی من در خدمت شما هستم، یک ساعت و نیم دیگه میتونید تماس بگیرید با هم صحبت کنیم. یه چیز دیگه لازم داشتم، ببخشید. بفرم جانم. صدا میاد؟ بله بله بفرم. انجیل عهد عتیق همه میشه گیر بیاری بفرستی بندرعباس؟ باهاتون صحبت میکنم اگر اجازه بفرمایید. بعضی یک ساعت و نیم دیگه در این رابطه صحبت میکنم. حتما. میبوسمت برادر خوبم، میبوسمت. فیض خدا با شما. هموطنان عزیز، حقیقتا آنچه را که اسلام با خودش برای مریدانش میاره فوبیای اسلامیه. فوبیای اسلامی مجال این رو نمیخواد بده که قلب یک مسلمانی که حتی متقاعد شده که این باور باور الهی نیستش، چون نمیتونه باور الهی باشه وقتی که کسی که نیاز داره و میره یه چیزی رو میدزده. درسته دزدی کار خوبی نیستش، اما اون نیازش دلیل شده. به جایی که بیان به اون نیازش توجه بکنن، متاسفانه دستور قرآن بر این هستش که دست او رو قطع کنن. دستور قرآن بر این هستش که پای او رو قطع بکنن. پس بنابراین یک مسلمان زاده وقتی یه مقداری اندیشه میکنه متوجه این حقیقت میشه، اما این ترس اجازه نمیده تحقیق کنه. خواهش میکنم از خدا بخواد که ترسا برداشته بشه، یعنی این فوبیای اسلامی برداشته بشه و خداوند شما رو برکت نجات خواهد داد. اینو با صحبت من با عزیزانی هستش که هنوز مسیح ایمان نیاوردن. بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. در خدمت خواهرمون فاطمه هستیم، بفرمایید. خواهش کنم خواهر فاطمه. الو وقت شما بخیر. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. خسته نباشید. سپاسم مهر شما. بفرمایید. سلامت باشید. سلام ما رو بهتون برسون. بزرگی شما میرسونم. بزرگی شما. خواهر سمی عزیز ما
به شما عزیزان درود فرستاده. فقط در این شرایط قرنطینه یه مقداری سخت هستش، اما به فیض خدا از این دوره میگذریم. خواهر سمی عزیز نیز خدمتشون رو ادامه خواهند داد. بفهم با امید این سلامتی، با امید حق تعالی انشاءالله. آمین آمین. بله بله، دعا میخواییم دیگه، بازم از شما التماس دعا داریم. دعا میخواییم که برای ما، برای بچه‌های ما، برای آرامش دل ما، برای نجات مملکت ما، برای جوانای جمالی که یک میرن دیگر نمیان. میگه به قبرستان گذر کردم کمی پیش، بدیدم قبر دولت من به درویش. نه درویش در نه درویش بی کفن خفته، نه دولت من به کفن بیش. به قبرستان گذر کردم که جایی جوانان میروند دیگر نیایی. جوانان میروند نوبت به نوبت، خوش از روزی که نوبت در من آید. نمیدونم این زویتی ها از کیه، خیلی قشنگه. برها جوانای ما یکی میرن، ما اینجا میکنیم، نگاه میکنیم، عقرب میبریم، قصه میکنیم، گریه میکنیم. وقتی مملکت ما برای جوانای مملکت ما، برای مشکلات زندگی عمله ملت ایران، ملت جهان، من دعا میکنم. حتما دعا خواهیم کردش. فقط خواهشم این هستش که به خاطر مشکل فنی که الان برای من پیش اومد، من صدای شما رو ندارم خواهر گرامی. لحظه روی خط باشید، از اتاق فرمان خواهش میکنم بریم با هم دیگه یک سرودی رو ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستیم و برای موضوعاتی که فرمودید دعا خواهیم کرد برای ایران و موقعیتی که اعلام کردیم. بریم برمیگردیم، در خدمت شما هستیم تا این موقعیت فنی ما نیز درست بشه. برایت میکنن جانها فدا، دل به دریا میزنندت بی صدا. مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره ذره از تو بودم، با تو بودم. ای عشق این تو هستی؟ آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن میتوان کوه ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای برها کرد. کیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم. چو طفلی گیج و حیرانم، میدانم خوب میدانم عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش
تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان بر ستون ملک هستی بر نهاد ظلم و بستی با من باش مسیحا با من باش آمین آمین که به فیض خداوند شاهد روزهایی خواهیم بود که دست پرزور خدا رو در سرزمین عزیزمون ایران خواهیم دید. خواهر گرامی رو داشتیم که متاسفانه قطع شد، از من خواستش که برای ایران و مشکلاتی که در ایران هست برای رفع این مشکلات دعا کنیم. لحظه ای میخواییم با هم متحد بشیم و ایمان داریم خداوند با فیضش عمل میکنه. تو هموطن عزیزم لطفا همین الان هر کجا که هستی اگر میتونی زانو بزن در حضور خدا، اگر نمیتونی دستات بره بالا و فقط با دعای من متحد بشیم برای اینکه میخوایم سرزمین عزیزمون از این مشکلات، از این موقعیت بدی که درش هستش رهایی پیدا کنه. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم که نظر لطف توی خدا پیوسته بر این سرزمین بوده، بر ملت ایران بوده. هرچند شیطان بارها حمله کرده و آسیب رسونده، اما خداوند چشم محبت تو پیوسته ایرانی ها را تعقیب کرده و اونها را برکت داده. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح یک بار دیگه با خون پر جلال مسیح سرزمین ایران را تو کفاره کن. در نام عیسی مسیح گناهان دانسته و ندانسته ایرانی ها را، اگر مرد پرستی کردن، اگر امام پرستی کردن، اگر مرد پرستی و امامزاده پرستی کردن، اگر الله پرستی کردن و نمیدانستن، خداوند تو با فیضت اونها رو ببخش، قلبهای اونها رو به محبت و حقیقت خودت خداوند آشکار کن و مکشوف کن ای پدر عزیزم، و تو باشی که ای خداوند بلاهایی که اینک در سرزمین عزیزمون به خاطر نظام اسلامی و باور اسلام نیز هست، تو با فیضت بشوری و این کشور رو خداوند متعلق به خودت کنید و بر قلب ایرانیان سلطنت کنید. ایمان دارم که تو با فیضت عمل میکنید. اینک دیگر هموطنان عزیزی که با دعای من متحد شدن، هر آنچه که از تو میخوان تو با فیضت اجابت کننده آن باش. در نام عیسی مسیح آمین. آمین که هموطن عزیزم با ایمان بپذیرید.
ضمناً عزیزانی که مایل هستید با ما در تماس باشید، فقط با شبکه محبت، به توسط شبکه محبت با تلفن‌های من لطفاً تماس نگیرید، شماره تلفن‌هایی که از من دارید، چرا که نمیتونم در این زمان پاسخگوی تلفن‌های شما باشم. بریم با هم دیگه خط دیگری داشته باشیم. خواهر عزیزم مریم از ایران در خدمتتون هستم، بفهم خواهش می‌کنم. سلام عرض کردم آقای کیشیش رسول. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم بفرمایید، من در خدمتتون هستم، بفهم خواهش می‌کنم. دست عیسی مسیح پشت پناهتون. سپاس هم مهر شما. دعا کنیم. بله، برای چه موضوعی خواهم برای دخترم. دعا میخواستم برای دخترم. اسم دخترتون هم لطفا بفرمه. سمیرا. سمیرا. بله. بله. برای میخواستم یک کار بیکاره. میخواستم یک کار مناسب براش پیدا بشه. دعا کن یک کار خوب و مناسب که اذیت نشه. زیاد ناراحت نشه. به فیض خدا خواهم رسید. ایمان داریم که کلام جانم بفهم. یکی اینکه من مستظرم، سنم هم بالاست. خب اساس کشی توانش نمیدونم. خودم دعا کنم خداوند یه خونه ای رو مناسبی رو جلوم بذاره که اینقدر من اساس نکشم. حتما خواهرم. بیاییم با هم دیگه دعا میکنیم. ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش عمل میکنیم. خدا از قلب شما و نیازهای شما باخبر هست. اما خودش فرموده هرگاه دو یا سه نفر در نام او متحد میشن، هر آن چه بخواهن خداوند به اونها خواهد داد. و من ایمان دارم با فیضش عملی خواهد کرد. دیگر هموطنان عزیز رو تشویق میکنم، اگر شما نیز چنین موضوعاتی دارید، فقط کافیه با دعای من متحد بشید. در این اتحاد خداوند با فیضش عمل میکنه. لحظه ای لطفاً بفرمایید. 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 یه چیزی دیگه هم به شما بگم. من چند وقت، من الان سه چهار سال ایمان آوردم. شکر خدا رو شکر. در این سال بله تشکر. یک من اشتباه زیاد میکنم، چون خودتون شرایط ایرانی میدونید. انسان اشتباه. مثلا بله. یه وقتی مثلا کسی ازم میپرسه مسیحی هستی، راستش یکم ترس دارم که بهش بگم. میگم نکنی، چون من نونبیار خانواده هستم، به خاطر همین ترس دارم. درست. نمیگم مثلا مسیحی هستم، میگم من ایمان دارم. براو. اشکالی داره؟ براو. نه اشکالی نداره. به هر حال اولا میدونیم که عیسی مسیح از ما خواست که ما شاگردان او بشیم، و مسیحیت رو همون دوران قرون اول مردم وقتی که دیدن افرادی به تبعیت از مسیح عمل میکنن به عنوان شاگردان، اونها رو مسیحی گفتن. پس بنابراین شما یک ایماندار هستید. کلام خداوند هم سخن از ایماندار میکنه و بسیار نیکوست. این حکمت دیگه، نه اینکه ما دروغ بگیم، این دروغ نیستش. ما ایماندار هستیم و اونهایی که باورهای دیگه‌ای دارن به مذاهب دیگه، اونها معتقدن، اعتقاد دارن. اعتقاد با ایمان فرق میکنه. ایمان رو باید چشید و شما چشیدی. ایمان ملاقات با خداست و شما خداوندت رو ملاقات کردیم. ایمان یعنی که من مطمئن هستم که حتی اگر از این جهان چشم ببندم در حضور خدا خواهم رفت بدون داوری. این ایمانه. اما معتقدین مذهبیون هستن که با شک و با ترس زندگی میکنن. شما ایماندار هستید و هر کس که مسیح ایمان میآورد تولد تازه داره ایماندار هستش. پس بیاین با هم دیگه دعا میکنیم. ببخشید. سوال دیگه میتونم وقتتون رو میگیرم. یک سوال دیگه. من زمانی که ایمان آورد مثلا دعای نجات رو خوندم، یه هفته بعد، دو هفته بعدش خواب دیدم که یه جایی رفتم، یه سقف بلندیه، بعد یه دیگه بزرگی به اندازه یک خونه، بعد اون از اون درازا هستن، بعد یکی از اون درازا پرید این رو قفص سینه من. احساس میگرم خب این داره قلب من میخوره. بعد من مثلا عیسی مسیح رو صدا کردم، هر کاری میکردم که اینو بتونم این ماره رو بکنم، نتونستم. ماره هم خیلی توبول و خیلی چیز بود به اندازه من هم چیز خودم. بعد مثلا چیز کردم، هر کاری میکردم که اینو بکنم نمیتونستم. بعد صدا کردم گفتن یا عیسی عیسی کمک کم کن. یه دفعه ماره افتاد جلوی پای من، مرد.
هللویا. من چند وقتشان باز خواب دیدم که از همین جایی که مثلا ما الان زندگی میکنیم از آسمون یک نان زیبا نان زیبا از آسمون داره میاد. من تو عمرم همچین نانی رو ندیدم جانم. این نه خواهش کنم براتون مشخصه خوابی که خواب اولتون این هست که مار نشانه شیطان هست، شیطان میخواسته شما رو هلاک کنه، اما عیسی مسیح نجاتت داده. پس امروز عیسی مسیح همسایت هم میتونه نجات بده، عیسی مسیح فامیلتو میتونه، خواهر و برادرت هم میتونه نجات بده. موضوع نانم که میدونیم اصلا برکته، برکت آسمانی هستش که خداوند 40 سال در قوم اسرائیل نان من رو جاریم که با کلام خداوند مسیح بدن خودش رو تشبیه به نان میکنه، نانی که نه تنها برای خوردنه بلکه باعث حیات میشه، باعث ابدی بودن و باعث این میشه که ما بیگناه باشیم. خوابهای شما خوابهای روحانی هست. کلام خداوند در کتاب یوئیل 2:28 اشاره میکنه در روزهای آخر خداوند روح خود رو می‌ریزه تا دختران و پسران و پیران و جوانان همه رویا و خواب ببینن. خواب شما خواب هستش که داره به شما این مأموریت هم میده. خواهرم در کنار حکمت اما دعا کن برای عزیزانی که اطرافت هستن ایمان بیارن و با اونها بازم به طریقی که هدایت میشید لطفاً سخن بگید. لحظه چشمانتون رو ببندید، با دعای من متحد بشید. همچنین برای دیگر هموطنان عزیز، میدونم که شرایط ایران از نظر اقتصادی بسیار شرایط سخت و شرایط بدی هستش. اگر 10 تا تلفن من دارم در روز، 9 تاش در رابطه با شرایط بد اقتصادی هستش. پس بیایم میخوایم برای شرایط بد اقتصادی شما عزیزانم دعا کنیم تا خداوند اون نانی که خواهرم خواب شده در کنار نجات، برکت مالی هم در زندگی شما باشه. پدر آسمانی خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبتت، تو رو شکر میکنم تو فرزندانت رو خداوند نجات میدی، در از تو هستی که نجات میدی. اینکه ای خداوند، آنچه که ما انجام میدیم ای پدر کاشتن دانه ای هست، ای خداوند آبیاری دانه ای هست، اما رویاننده تو هستی. پس تو باش ایرانی ها رو نجات بده ای مسیح مطابق فیضت. خواهرم مریم رو برکت بده خداوند، برای تمام مصلحت های دلش به طور خاص ای خدا، برای جابجایی یک جایی که ای خدا سلیقه تو باشه و برای پرداخت اجاره در توانش باشه و اون توانش تو باشی. همچنین دخترش سمیرا رو به حضورت میارم که دست حفاظت تو با خواهرم سمیرا باشه، او رو حمایت کنه خداوند، برای کار، برای درآمد ای مسیح خداوند، و تو درآمد سمیرا باش و ای خدا در قلب او قوت خودت را نمایان کن. همچنین برای دیگر هموطنان عزیز که شرایط بدی دارن از نظر مالی، تو آنان را حمایت کنه خداوند و برکتشون بده، و همه اینها را در نام مسیح میطلبم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن خواهرم. شما رو به دستان مسیح میسپارم. سپاس از این که با ما تماس گرفتید. ببخشید کشیش عزیز، اون نانی که من تو خواب دیدم خیلی زیبا بود. من تو عمرم همچین نانی ندیده بوده. واو، به خاطر اینکه از دنبال اون خدا آمده. من همش نگاه میکنم به آسمان، فکر میگم شاید همین الان اون نونه بیاد، همش کشان دنبالشه. بله، اون نان امروز کنار شما هست. کلام خداوند نسبت به عشای ربانی مسیح این همین گونه میگه، به یاد داشته باشید که نانی رو که میخورید و اون شرابی رو که میخورید بدن من و خون من هست، که یکی از تشبیهات اون نجات شماست. شما نجات رو دارید خواهرم، با ایمان بیست و مطمئن باش خدا حمایتت میکنه. موقعیت مالی تام تامین دارم ازتون. به فقط تو تلفنای بسیاری دارید. بفهم سریع بفهم. نه یه سوالی کوتاه، فقط میخواستم، من هنوز تعمید نتونستم بگیرم، چیکار باید بکنم؟ آقا جان هیچ احتیاجی فعلا در این شرایط نیست که شما تعمید بگیرید. به فیض خدا ایران آزاد میشه. ما انقدر خداوند برکت داده که کشیشای بسیاری داریم، هم توی ایران که مخفی هستن، هم بیرون از ایران، با فیض خدا میان شما رو تعمید میدن. مهمترین کاری که انجام شده اینه که شما قلبت رو به مسیح دادید. برای اینکه میخوام اطمینان خاطر به شما بدم، دزدی که بالای صلیب بود وقتی توبه کرد تعمید نگرفت، ولی مسیح گفت تو با من در فردوس خواهی بود، یعنی در ملکوت خدا. نگران نباش خواهرم، مطمئن باش که اون روزها نزدیک است که شما هم تعمید خواهش میکنم. پشت پناهتون باشه. سپاس هم خواهش میکنم. فیض خداوند با شما باشه. هموطنان عزیز، میل به این دارم کمی از تلفن‌های شما تلفن‌های مسیحی های انقلابی باشه، مسیحی های نباشه که خدا رو شکر برای وجودتون.
من اینجا هستم که براتون دعا کنم. مسیحای انقلابی باشه، تماس بگیرن، کجا بریم، چه کار کنیم، چگونه بشارت بدیم، چگونه خبر خوش نجات رو بدیم به هموطنانمون تا ایران نجات پیدا کنه، تا ایرانی ها آزاد بشن. تماس بگیرید جوانان، تماس بگیرید، تماس بگیرید تا با هم یک دل بشیم. تا کی میخواید تحمل کنید این نظام ستمگر اسلامی رو؟ بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. بفهم خواهش من. سلام. خواهرمون جمیله از ایران در خدمتشون هستیم. بفرمایید جمیله جان. سلام عزیزم، خسته نباشی، شبتون بخیر. درود بر شما. سپاسم مهر شما، آدین شب شما بخیر. ممنون. من جمیله هستم از پاک درشکی شیشتون. خواستم که برای بچه هم دعا کنیم. حتما، برای همه بچه های ایران دعا کنیم. حتما. اگر مایل هستید اسامی فرزندانتون رو بگید. بله. پسرم علیرضا. بله. پسر دیگرم حسن علی. بله. دخترانم زهرا و فاطمه. حتما بیاد. گفتی یه غمی بر دلت داری. غمت چیه خواهرم؟ غمت چیه؟ بله. غمت چیه؟ جوون از دست دادم عزیزم. آه جانم، متاسفم. تسلیت میگم. تسلیت میگم. تسلیت میگم خدمت شما خواهر خوبم. شما که همین جوونای وطنمون دعا کنید. آمین. جمیله جان، مشخص شما قلبت هم به مسیح دادی، درسته؟ بله. خدا رو شکر. پس شما هم این اطمینان داشته باش، کلام خدا میگه تو و اهل خانوادت نجات پیدا خواهی کرد. نمیدونیم چگونه، به چه روشی، اما وعده های خدا حتی یکیش بر زمین نخواهد افتاد. حتما با فیض خداوند فرزند شما در حضور خداست که کمال خوشی هستش و من میدونم تسلی خدام بر شما هست خواهرم. هیچ نگران نباش. میخوام دعا کنم اون غمت به آرامش تبدیل بشه، به خوشی در خداوند تبدیل بشه. لحظه لطفا چشماتون رو ببندید. و دیگر هموطنان عزیزی که مصیبت دیدم، به طور خاص والدین نوید افکاری و دیگر عزیزانی که در این روزهای اعدام شدن به خاطر آزادی، به خاطر حقی که از مرد، از دولت داشتن و اعدامشون کردن، میخوام برای تسلی دل این والدینم نیز دعا کنم. همین مادرها. آمین. آمین. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنیم پدر، تو رو شکر میکنیم خدا که تو مطابق فیضت ما رو ملاقات کردی. این حقیقت که تو پدر ما هستی خداوند، خدایی نیستی که در دور رسا باشی، بلکه پدری هست که نزدیک ما هستی و به توسط یگان پسرت عیسی مسیح خداوند تو ما رو در ملکوت خودت خداوند دعوت کردی و تشویقمون کردی و به توسط خون مسیح بخشیدی گناهان ما رو. تو رو شکر میکنم برای خواهرم جمیله، برای ایمانش، برای قلب خوبش. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح خواهرم جمیله رو از این غمی که در قلبش هست، ای پدر جان، از این مصیبتی که دیده، تو دور کنی و برهانی و آرامش تو و شادی تو و پوری روح القدس وجود او رو بگیره. همچنین دعا میکنم برای والدین نوید افکاری خدا و دیگر جوانان ایرانی که در طول 41 سال خداوند به خاطر آنچرا که تو بهشون دادی و آزادی هست، ای پدر جان، اعدام شدن، شکنجه شدن، ترور شدن، ای پدر عزیزم، تسلی دل تو بر آنان باشه. همچنین دعا میکنم برای فرزندان خواهرم ای خداوندا، زهرا، فاطمه، علیرضا، حسن علی ای خداوندا، که تو آنان را ملاقات تازه کنی، حقیقت تو بر آنان بیشتر از گذشته مکشوف بشه و برکت و سلامتی و دست حفاظت تو پیوسته به آنان باشه. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدین، با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن خواهر عزیزم. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان آمین. مسیح میسپاریم، اما در طول یک هفته برای شما در دعا هستم. ممنون. فیض خدا باشه. عزیز. ما ایمان داریم که هموطنان عزیز، آنانی که مطابق کلام خدا اعلام میکنن، ظلم میکنن، ستم میکنن، پایدار نخواهند بود. برعکس، آنانی که به نیکویی و محبت، مانند شبکه محبت، مانند تمام شبکه‌های مسیحی که خبر خوش نجات رو میدن، امید رو میدن در این شرایط سخت، در این دوران قرنطینه،
کرونا، ما میبینیم که امیدی شدن برای ملت ایران، آنان برکت خواهند گرفت. در کتاب امثال 14 18 الی 19 اعلام میکنه راه مردم نیکوکار مانند سپید دم است که هر لحظه روشنایی آن بیشتر میشود. هر چقدر محبت کنیم، هر چقدر نیکویی کنیم، تأثیر اون در روی زمین بیشتر خواهد شد تا روز برسد. اما راه مردم شریر مثل شب تاریک است، آنها به زمین میخورند اما علت آن را نمیدانند. همونطور که ما میبینیم 41 سال هست نظام اسلامی، با توجه به اینکه 41 سال گفت اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم، اما میبینیم اسرائیل امروز یکی از کشورهای محبوب جهان شده، حتی یکی از کشورهای محبوب کشورهای عربی شده و تمام موقعیت نظام اسلامی تحت کنترل اون هستش که اگر بخواد نظام اسلامی رو میتونه از بین ببره. و دیدیم که دعاهایی که آنان کردن بیهوده بود، شعارهایی که دادن نظام اسلامی بیهوده بود، اتفاقا امروز ساقط شدن از اون امنیت کمی هم که داشتن. بریم با هم یه خط دیگه رو نیز داشته باشیم. خواهرمون فیروزه از ایران در خدمتشون هستیم، بفهمید. خواهش کنم. سلام علیکم، درود بر شما. بفهم، سپاس از مهر شما. بفرمه. من الان دفعه دوم که پای صحبت شما میشینم، یعنی صحبت رو دوم شما خیلی به دلم نشد. خدا رو شکر، این مشکلی برای پیش اومده، از اصلا تواضعی با آورستم. حتما بفهم موضوع چی هست، من بنویسم براتون اگر مایل هستی میتونید موضوع تون بگیم. من این خواستگاری داشتم بگم به شما. بله، خواستگاری داشتم بینم یه مشکل کچوری پیش اومد. بله، اصلا یهو تمام ادخوشیام، تمام یعنی اون وعده هایی که بود همه خراب شد بینمون. من میخواستم شما یه دعایی کنید بینید شما برگرد. حتما حتما فیروزه جان، قبل از اینکه میخوام برات دعا کنم، بله، اول ازت یک سوالی دارم چون ربط داره میخوام به مطلبی که میگم. آیا شما به مسیح قلبت رو دادی؟ برای دعای نجات خونده شده؟ من دو ساله از طریق یه برنامه دیگه قلبم رو دادم. خودش تو این اواخر یک ماه خودم کم شده خودش. بود یعنی خودم متوجه شده، یعنی اول کارم پرسنش میرد مامنه، هرچی مشکل داشتم حل شده بود. بعد الان یک ماه اخیر من یه خانواده های مثلا نشسته برخواست کردم، یه خود ایمان من رو سوس کردم. الان متوجهم که من از کجا این مشکل دارم پیش اومده. خواستم بیشتر رو بیارم. آمین آمین. تشکر کنم با مشاورین ما در تماس باشید، مشروطه برای اینکه مایل بودید منم در خدمتون هستم، در طول هفته تماس بگیرید. اما فیروزه جان این رو بدونیم، حتی اگر کلام خدا میگه حتی اگر ما مسیح رو رها کنیم، مسیح هرگز ما رو رها نمیکنه. وعده های او پایدار هسته. مسیح برای جدایی نیست، مسیح برای اینه با ما باشه بعد نباشه، پیوند ببنده بعد طلاق ایجاد بشه. هرگز 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 مسیح تو رو دوست داره، داره تو رو پیگیری میکنه. نسبت به ازدواج کلام خداوند بهترین پیشنهاد رو به ما میده، که امروز کانسلرهای خانواده این پیشنهاد رو میدن، میگن چقدر خوبه که بتوانیم نسبت به باورمندی که در برابر اون هست یک فکر کنیم. یعنی اگر شما امروز به عنوان یک ایماندار هستید، به عنوان ایماندار مسیحی، همسری که انتخاب میکنی ایماندار مسیحی باشه و برای شما راحت تر هم میشه، از نظر حتی منطقی هم این نیز نیکوست که ما با کسی زندگی رو شروع کنیم که یک باور داشته باشیم. این بهترین پیشنهاد کلام خدا هستش. انسان آزاد هست هر گونه دوست داره زندگی کنه. اما شما این رو بدونید اگر برای ازدواج بودن نیومده کارای ما، ایشون ایماندار نیستن. سلام دارید؟ بله بله، میگم ایشون ایماندار نبودن؟ نبودن. بعد سعی داشتن اعتقادات من رو زیر سوال ببرن. من ظاهری یه جورایی داشتم مثلا فیشو میشدم دوباره، یعنی برمیگشتم مثلا با حالت های دو اینا علکی. اما خب بله بله، الان میدونم از کجا خوردم. الان یعنی دیگه من نمیتونم. به نظر شما چی کار باید کنم؟ بله، به نظر نکنید دیگه، بیام نظر کلام خدا رو ببینیم چیه. کلام خداوند میگه برای هر آنچه که میخوایم انجام بدیم اول اراده او رو بخوایم. کلام خدا داره پیشنهاد میده ایماندار با ایماندار ازدواج کنید.
کسی که داره بیزینس میکنه، شریک میخواد انتخاب کنه، با یک ایمان داره باشه. نه اینکه بی ایمان ها نجسن، نه اینکه کافرن، هوشیار باشیم. هرگز هرگز نه اینکه خدا اونا رو دوست نداره، خدا عاشق اوناست، خدا عشقه، خدا همه رو دوست داره. خدا اون داعشی هم که دست به اعمال زشتی زده اونم دوستش داره خدا، که ولی دوست داره که اون توبه کنه و هلاک نشه. اما ریتم زندگی رو خدا داره در کلامش به ما میاموزه، ریتم زندگی سالم رو داره میاموزه. اصلا کانسلرهای خانواده امروز نیست اینگونه تعلیم میدن. پس بنابراین اگر کسی که هنوز با شما پیوند نخورده، شمشیر رو عرو بسته و میخواد با شما بجنگه، به این که نمیشه گفت زندگی خواهر خوبم. آیا شما فقط میخواید بگید من میخوام ازدواج کنم، یعنی هدف فقط ازدواجه، اما چگونه ازدواج رو در نظر نگرفتید؟ پس خدا چگونه ازدواج رو برای ما در نظر گرفته که ما توی مسیر ازدواج چگونه ازدواج کنیم و چگونه ادامه بدیم. بنابراین شما اراده خدا رو خواستی، حتما در قلبت بارها گفتی خدای اراده تو چیه، و خدا مطابق اراده که بهترین هست برای دخترش تصمیم گرفته. امروز اجازه داده این اتفاق بیفته. بازم خدا نیومده این کار، خدا اجازه داده. حتما خدا میخواسته قلب اون شخص لمس بشه، اما انسان آزاد آفریده شده، اون شخص قلبش رو به خدا نداده. پس شما آزار خواهیدید در طول زندگی اگر با ایشون ازدواج میکردید. پس تشویقتون میکنم خواهرم، در این اطمینان و در این آرامش باش که خدا با شماست و خدا بهترین شخص رو در برابر شما قرار خواهد داد که بتونید با او پیوند ازدواج رو بخونید و زندگی خوبی داشته باشید. فکرت رو، دلت رو بشور. میدونم که ابیوز شدی تو این مدت، میدونم که آزار دیدی، میدونم که با تمام آرزوهای دلت امروز داری میجنگی، اما بدون که خدا در کنار دل شکستگان هست و اونها رو تسلی میده. لحظه لطفا چشماتو ببند و با دعای من متوجه شو. همچنین دیگر دختران و پسران مجردی که قصد ازدواج دارن با دعای من متحد بشید و از خدای زنده یهوه بخواید و هرگز هرگز تحت پوشش عقد اسلامی قرار نگیرید. اون یک بیزینسه. هوشیار باشید. عزیزانی هم که عقد اسلامی کردن الان مسیح هستن تماس بگیرن لطفا، من در خدمتشون هستم. بعد از این برنامه براشون پیوند مسیحی بخونم تا برکت در زندگیشون بیاد. لحظه خواهرم چشمات رو ببند، با دعای من متوجه شو. هللویای خود قدوس پدر آسمانی، خداوند تو رو شکر میکنم برای خواهر عزیزم، برای قلب خوبش، برای ایمانش. ای خداوند از تو میخوام یک بار دیگه زندگی او رو تحت پوشش خون خودت قرار بدی و بر همین خون بنگر که فیض تو میاده. خدا اشتباهات و گناهان خواهرم رو چه دانسته و ندانسته با فیضت ببخش. ای خداوند خواهرم رو در مسیر اراده خودت ای پدر جان با یکی از پسران خودت آشنا کن ای خداوند، که به تو ایمان داره تا در وفاداری خدا به تو هر دو بیستن و ایام خوشی رو نیز در پیش داشته باشن. خواهرم رو برکت بده به آرامش و تسلی خودت ای خدا و تحت اراده خودت. و دیگر هموطنان عزیزی که مجرد هستن اینک با دعای من متحد هستن برای ازدواج، آنان رو نیز تو مبارک بخوان در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن خواهرم. مشروطه برای اینکه مایل هستید در رابطه با دانش ازدواج بیشتر بدونید، با مشاورین ما و همچنین منم در خدمتتون هستم تماس بگیرید. شما رو به دستان مسیح می‌سپارم. ما ایمان داریم که خداوند کلامش رو بیهوده ما نداده. کلام خداوند به ما داده شده برای امید، برای آرامش، برای امنیت، برای نجات، برای رستگاری، برای اینکه رحمت در قلب ما ها قرار بگیره و کینه و ناامیدی و ترس ها شسته بشه. به کلام خدا احترام بگذاریم. وقتی میگیم صحبت از کلام خدا میکنیم، ما صحبت از کتاب مقدس میکنیم عزیزان. ما صحبت از این کلام میکنیم. کتاب مقدس 66 تا کتاب توشه، 29 تاش 39 تاش عهد عتیق، 27 تاش عهد جدید، نامه ها هستش. این کلامه. صحبت از قرآن نمیکنیم. قرآن تمام و تماما کلامی هستش که انسان‌های فریبکار نوشتن برای اینکه ستم کنن، برای اینکه ظلم کنن، برای اینکه استعمار کنن، برای اینکه بجنگن، برای اینکه دست قطع کنن، برای اینکه سر قطع کنن. هموطن عزیزم، اما کلام خدا برای امنیت ماست. پس اگر کلام خدا برنگه ایماندار با ایماندار ازدواج کنه، بهش احترام بذارید، اراده خدا رو بخواید و خدا شما رو برکت خواهد داد. بریم با هم دیگه خط دیگه رو نیز داشته باشیم.
خواهر عزیزمون عصمت از ایران در خدمتشون هستیم. وقت شما بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم. درود بر شما. سلام آقای صدای من. خدا رو شکر، خدا رو شکر. آره دارم صداتون. جان بفرمایید، بفرمایید. بله. عزیزید بفرمایید. بله در خدمت شما هستم. تماس گرفتم آقای پیشرسون. بله جان. دختر من ازدواج کرده، بزرگه کرد تشریف دارن. الان با شوهرش قرار بوده که بعد دو سه سال بیان مشهد که اینجا زندگی کنن. الان نه زندگی بهش میده، به حرفش گوش نمیکنه. الان هم خونه من دخترم آمده مشهد، دعوا دارم که میگه بیا یا باید بیا اینجا زندگی کنیم، اگر نمیای بیا جداشیم، بیا جداشیم. نمیدونم گفتم حالا زنگ بزنم بگم براش دعا کنیم. خون خدا بند دعا میکنیم. خواهر اسمت، اول اسم دخترتون اگر مایل هستید اسم دخترتون رو بگید توی لیست دعا بنویسم. اسم دخترم فائزه. فائز، من خواهشم اینه، حتما شما اینو کاملا درک میفرمایید که این عزیزان بهترین مشاورینشون نمیتونن نزدیکانشون باشن. حتی ببخشید شما هم نمیتونید باشید بهترین مشاورین. حتی من دوتا دختر دارم، برای ازدواج هر دوشون اونها رو فرستادم نزد کس دیگه، من بهشون مشورت ندادم برای ازدواجشون. در امور زندگی دیگهشون هم من راهنمایی میکنم تا اونجا که در چارچوب پدر باشم، اما هرگز نمیخوام به عنوان یک مشاور باشم، چون که ناخودآگاه از دخترام حمایت خواهم کرد از نظر احساسی. من شما رو تشویق میکنم، شما به عزیزان بگید برن با یک متخصص صحبت کنن در این رابطه برای تصمیماتشون. اولا خداوند مسئولیتی که به مرد داده تا مرد بتونه حافظ خانه باشه، همون گونه که زنم مسئولیت داره در خانه، پس مرد نسبت به موقعیت درآمدی خودش، شرایط خودش، حتما یک نگرشی داره. در اصل نمیخوام دفاع از دامادتون بکنم یا نظریه ایشون، چون هیچ آگاهی ندارم نسبت به اونجوری که چه خبری هستش، اما هدفم این هستش که مرد اگر اون اتوریتی خودش رو، اقتدار خودش رو توی خونه از دست بده نسبت به درآمد و موقعیتش، مسلما اون زندگی خوبی از نظر موقعیت مالی حداقل نخواهد داشت. پس بهترین کاری که شما میکنید خواهر عصمت، شما عزیزان رو تشویق کنید برن پیش یک مشاور خانواده، با یک نفر صحبت کنن که این آگاهی داره و میتونه به هر دوشون کمک کنه، چرا که این خود همین موضوع داره باعث یه فاجعه میشه تو زندگی اینا. مسئله طلاق یک فاجعه است، پس این مجال رو ندید. مشروطه بر این که هر دوشون راضی هستن، حالا اگر یکیشون هم بودن من در خدمتشون هستم، یا خواهر فائزه یا همسرشون، اگر راضی باشن من در خدمتشون هستم. با شبکه محبت هماهنگ بفرمایید، یه وقتی رو مشخص کنم، من میخوام با هر دو اینا صحبت کنم تا ببینیم اصلا مشکل چی هستش، تا اونجا که بتوانم در خدمتشون هستم نسبت به دانشی که دارم و براشون دعا میکنم. اما بیاد الان با هم دیگه دعا کنیم. خواهر اسمت، آیا شما قلبتم به مسیح دادی؟ آره بابا 10 سال دادم، خیلی هم شهادت دادم، خیلی خداوند دعا کردم برای کسای دیگه، برای خواهرم دعا کردم جواب گرفتم، دخترم هم ایماندار، ما خانواده، ولی جای مشاوره هم رفت، دخترم جای مشاوره هم رفته، این درآمدی هم اونجا نداره، درآمدی تو زندگیش یک دفعه نیستش که زندگی بچرخون. بله؟ هر دو رفتن، برای هر دو رفتن. دامادتون هم رفته برای مشاوره؟ نه 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 نه، دخترم تنها رفته. باید برم. نه نه، هر دو باید هر دو برم. اگر دامادتون موافقت کردن، من دوست دارم با ایشون صحبت کنم، دوست دارم با ایشون صحبت کنم چه خبر هست. نگرانم اینجا مشهد اون کرج، ایشون هم ایماندار هستن؟ بله. نه نه نه، شوهرش ایماندار نیست.
بله از طرف من به ایشون درود بفرستی. اگر مایل بودن من میخوام باشون صحبت کنم ببینم چه خبر هست و بعد با خواهرم فائزم صحبت میکنم. باشه لحظه لطفا چشماتو ببند میخوام دعا کنم. بله قسمت جان میخوام آره یک کاری بکن از خداوند. میخوام که دعاهات برام خیلی عزیزه، خیلی خواسته یک کاری برام بکن. لاغل سر به خط بذاره اون شوهره بگه باشه الان نمیتونم بیام، بعد مثلا چند ماه یک سال میتونم بیام. پارسال همه قول داده بود که امسال بیاد دیگه، حالا چون نمیدونم مادرت خواهرت دیگه به هر دور شما اون آزاد بذارید، میدونم به هیچ وجه نگید کار کنم. شما نگید، بیاد با هم دعا میکنیم. هللویا خدا قدوس پدر آسمانی، خداوند تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم عصمت. اینک از تو میخوام خداوند روح پر جلال تو جاری بشه، تمام نگرانی خواهرم عصمت رو از او بشور. ای خدا خستگی های او رو بگیر، اگر ترسی هست بردار. خدایا تو خدای محبت هستی، خداوند میدونیم که کانون خانواده رو تو بنیان گذاشتی، پس در نام عیسی مسیح مجال اینو نده ای خداوند به زندگی خواهرم فائزه و همسرش که این کانون خدای قدوس از هم پاچیده بشه، بلکه حضور تو باشه با او و همسرش و هر دوی نریزان رو تو پیوند بده به اون ریسمان سومی که هستی و این سوء تفاهم رو در نام عیسی مسیح از زندگی این عزیزان دور کنه ای خداوند. هر دو رو یک دل کن، با دل خودت یک دل کنه ای خداوند تا زندگی پایدار داشته باشن در اون سرزمینی که ای خدا بهترین هست و اراده تو هست. همچنین دعا میکنم برای دیگر خانواده هایی که اینک سوء تفاهم هست، زوج هایی که اینک سوء تفاهمی درشون هستش، اختلافی هست، تو با خون مسیح کفاره کن و زندگی آنها را برکت بده به آرامش و رحمت خودت در نام عیسی مسیح. آمین آمین که با ایمان دریافت کنید. خواهر عزیزم شما رو به دستان پرجلال مسیح میسپارم. مشهود برای اینکه دعاهاتون موفق بودن من در خدمتتون هستم. گویا تلفن ایشون رو ما نداریم. پس یکی از موضوعاتی که همیشه توی خانواده باید بهش هممون اهمیت بدیم اینه که رحمتمون رو بیشتر کنیم. رحمتمون رو، محبت جایگاه خودش رو داره ولی این گذشت رو بیشتر کنیم. در کتاب هوشیار 6:6 کلام خدا اعلام میکنه، اعلام میکنه من از شما رحمت میخوام نه قربانی. حتی قربانی که جزء شریعت هست میگه نه، یه مقداری بیشتر ادراک کنیم، همدیگر رو درک کنیم، اون موقع هستش که میتوانیم ببخشیم و وقتی بخشیده میشه پلی ایجاد میشه برای رفع بقیه مشکلات. پس در رحمت قلمرویی رو ایجاد میکنه تا محبت خدا در زندگی ما عمل کنه. بریم با هم خط دیگه‌ای رو نیز داشته باشیم. بله وقت شما بخیر، بفهم خواهش من. پاینده باشید، بفهمت خواهش من، در خدمتون هستم. بفهم. صدای شما فقط یه خود ضعیف، اگه میشه بخو بلندتر صحبت بفهمید. من همایون هستم که بابا از افغانستان هستم. لطف کردید همایون جان، در خدمتونم، بفهمید. میگم من از افغانستان هستم، الان ساکن ایران هستم. بعد خدارشه جان، الان من حشیش میکشم به خاطر اینکه تنها هم افسرده شدم دیگه جانم، مواد آوردم. بعد جان بفهمم همه جان، من ساعت رو من شبلا از این تنهایی هم در بیام، بعد عشیشم دیگه نکشم. آمین آمین آمین. که همایون عزیزم، من میدونم شما عزیزان به نوعی شما هموطنان ما هستید، افغانیای عزیز هموطن ما، یه زمانی یک سرزمین بودیم همایون جان. پس بنابراین شما برادر من هستید، مثل یک برادر میخوام باهات صحبت کنم همایون عزیزم. از اونجایی که خود منم قبل از اینکه مسیح ایمان بیاورم اسارتهایی داشتم مانند مواد مخدر، وقتی که خداوند باش جنگیدم، در جنگ با محبت در من پیروز شد،
این اسارت ها مانند همین مواد مخدر که شما میگید رو خدا از فکر و دل و احساس من، از اون تشنگی، از اون میل من گرفت و من رو آزاد. اما قبل از اون من آزاد شدم از اون افکاری که، از اون باوری که هیچ کمکم نمی کرد. میخوام تشویقت کنم همایون جان، من برای تو دعا خواهم کرد، حتما دعا میکنم، در هر جایگاه فکری که باشی برای تو دعا میکنم. اما میخوام اینو عرض کنم خدمت، من اینو چشیدم، مثل یه برادرم دارم بهت میگم، من چشیدم، من آزادی از اعتیاد رو که چشیدم و دیدم حتی دیگرانی که بدتر از من بودن چگونه خدا به اونها رو دستگیری کرد. مشروط بر این که قلبتو گواهی میده، با این دل خوبت که زنگ زدی با من تماس نگرفتی، من انسان هستم، تو با خدای من و خودت تماس گرفتی، من فقط با تو متحد میشم. اگر ایمان داری خدا انقدر تو رو دوست داره که حتی مطابق آنچه که در قرآن سوره مریم نتونسته منکر بشه، میگه که مریم عیسی مسیح رو در رحم خودش جسم داد، مطابق آنچه که اعلام میکنه میگه این در اصل فرشته خداوند بود، جبرئیل بود که روح خدا رو بر او دمید و جسم پوشید. پس روح خدا جسم پوشید و بر روی زمین آمد و بهر گناهان بشریت جان قدوس خودش روی صلیب داد، هرچند مرد اما بعد از 3 روز قیام کرد. یعنی خدا اینقدر عاشق من و توه، اینقدر من و تو رو دوست داره که قدم بر روی این زمین گذاشت تا مبادا ما بگیم خدا تو نشستی آسمون هفتم برفرض، حالا ما 3 آسمون در کتاب مقدس داریم، حالا برفرض آسمون هفتم نشستی، از اونجا به ما فرمان میدی ما چه کار کنیم، نمیتونیم. و برای من مقدور نبود، اما روح القدس وقتی مسیح ایمان آوردم این قوت رو در من ایجاد کرد. آیا قلبت گواهی میده آنچه را که گفتم؟ آیا باور داری همایون جان؟ بله؟ الان داری صدای منو الان یه چیز هست که من مثلا توی به ایتیات رو آوردم به خاطر این نبوده، به خاطر این بوده که من تنها هم الان مثلا هیچ کسی ندارم افغانستان که بودن، همه پسرم و هم خونده خودم همه اروپایما بمبارون کرد، همه رو بهم برد. خیلی متاسفم همایون جان. اگر آماده هستی میخوام برات دعا کنم، اگرم آماده هستی میخوام برات دعای نجاتم بخونم که قلبتم به مسیح بدی، تنهایی تو بذار مسیح پر کنه، اون خلای خالی رو بذار مسیح پر کنه و به تو میآموزه روح القدس که چگونه بتونی از مواد مخدر آزاد بشی، چگونه بتونی ازدواج کنی، چگونه بتونی دوستان خوبی داشته باشی. میخوای برات چنین دعایی رو بکنم؟ دعا هم بخون بعد از همینجا اگه کسی با من خواست ازدواج کنه تو همین شبکه زنده من دارم میگم که مثلا چون تنها هم به خاطر دلم گرفته است، اینجوری به خاطر همین دارم برای شما میگم تو این برنامه دارم. جان خیلی متاسفم همایون عزیزم، خیلی متاسفم همایون. همایون جان ما در رابطه با ازدواج من با شما بیشتر صحبت خواهم کرد، اجازه بدید بعد از این برنامه. من میفهمم اون قلب شکستتون، دل قشنگتون همایون جان، ولی میخوام برای الان دعا کنم. اگر آماده هستی وقتی من دعا میکنم مطالبی که از شما میپرسم میتونی بگی آمین بله، میگی آمین بله و بعد دعای نجات و دعای آزادی رو، دعای ازدواجم برات خواهم. لحظه چشماتو ببند برادر، لحظه چشماتو ببند، من از شما سوال که کردم آمین یا بله بگو، مشروطه بر اینکه قلبت گواهی میده، نمیخوام چیزی زوری باشه. هاللویا هاللویا ای خدای قدوس پدر آسمانی، خداوند شکرگزار هستیم به پاس مهره، به پاس محبتت، به پاس این وقت ای خداوند. میدونم که تو از دل شکسته برادرم همایون خبر داری، میدونم که روزگاری که در گذشته داشته و درش امنیت و آرامش نداشته با خبر هستی ای خداوند. پس تو که در کنار او هستی، تو که او رو ملزم کردی
نه با ما بلکه با تو تماس بگیره. اینک در نام عیسی مسیح فقط به توسط روح القدس قلب برادرم رو لمس کن، همان گونه که کلام تو اعلام میکنه که تو یگانه پسر روحانی خود رو بر روی زمین فرستادی و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد. آیا برادرم همایون آنچه را که اعلام کردم قلب شما گواهی میده؟ قبول دارید؟ بله؟ آمین. اینا که اصلا میخوام در نام عیسی مسیح خداوند برادرم همایون اگر قلب متقاعد این حقیقت کلام تو شده و به تو ایمان آورده و توبه میکنه، عیسی مسیح نام همایون رو در دفتر حیات خودت قرار بده. افکار و دل و احساسات او رو بشوره خدا از هر میلی نسبت مواد مخدر خداوند. سختی های او رو از او دور کن و ای خدا با خون مسیح کفاره کن زندگی او رو و روح پر جلال تو ای مسیح خداوندم حاکم بر دل و فکر و احساسات برادرم باشه و در زندگی او تو جلال یاب و تو همدم ای خدا مناسبی رو برای ایامش تو انتخاب کن تا هر دو در کنار هم باعث جلال نام تو باشن و همه اینها را در نام مسیح می طلبیم. آمین. آمین که با ایمان برادرم دریافت کن. متاسفانه تلفن ایشون قطع شد متاسفانه، اما من برای شما برادرم من برای شما دعای نجات خوندم. اگه با دعای من متحد بودی شما به مسیح ایمان آوردی. از این به بعد از عیسی مسیح بخواب و اون کمکت میکنه. لطفاً 1 ساعت بعدم تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم باهاتون صحبت کنم. بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. برادر عزیزم علی جان از ایران در خدمتتون هستیم، بفرمایید. علی جان بفرمایید، در خدمتتون هستم. آیا صدای ما رو دارید برادر علی؟ ایشون یا قطع شدن یا اینکه خب خیلی موقع هستش که عزیزان اما خورده شاید بگیرن بهشون حق میدیم، میگن خب شما یه کشیش هستی از کلام خدا بگو دیگه، تموم شه این قصه، اینقدر درباره اسلام نگو. عزیزان این رو بدونید، هرگز من اینجا نیستم اسلام رو نقد کنم، هرگز من اینجا نیستم که حتی بیام اسلام رو قیاس با مسیحیت کنم، اصلا به هیچ وجه قابل قیاس نیستش قرآن با انجیل مسیح، ولی غرض این نیستش و هرگز ما اینجا نیستیم که به شما بگیم شما باید به مسیح ایمان بیاورید، بلکه ما درباره اسلام صحبت کنیم به چند دلیل. 1، اسلام باوری هستش که آسیب زده 1400 سال به سرزمین من ایران، به سرزمین ما ایران. اسلام دلیل این شده که 41 سال این قدرت تاریکی بر ایران حاکم باشه. اسلام همان گونه که گفتم با خودش فوبیایی رو میاره که ایرانی ها رو مجال تحقیق بهشون نمیده، تلاش نمیده و جمهوری اسلامی هم به این طریق عزیزان داره تحمیل میکنه موقعیت خودش رو و محبت رو از ایران برده، اعتماد رو از مردم ما گرفته، متاسفانه ترویج بدبینی کرده و این دلیلی هستش که امروز این همه شما مشکلات میبینید. من قابل درکه وقتی تو هموطن عزیزم تماس میگیری برای مریضی دعا میکنم، قابل درک هستش که وقتی که یک اختلافی هست دعا میکنیم، موقعیت های کاری هست دعا میکنیم، اما شما ببینید هر روزه ما امروز این روزا میشنویم که از نظر اقتصادی ملت ما در ضعفی قرار گرفتن که به خاطر بیخردی دولتمندان نظام اسلامی هستش و باز بر میگرده به این باور اسلامی که داره آسیب میزنه. از این رو ما این رو به عنوان روشنگری اعلام میکنیم تا در محبت باشیم، همون گونه که افلاطون میگه عشق است که در میان مردمان صلح و آشتی رو برقرار میکنه. ما میخواییم عشق بیاد، اما میخواییم دشمن که دشمن عشق هم هست از سرزمین عزیز ما که اسلام هست دور بشه. بریم با هم خط دیگه رو داشته باشیم. خواهر عزیزم مریم از ایران در خدمتشون هستم، بفهم خواهش کنم. خواهر مریم با عزیز سلام، وقت هستی نمیشیم، درود بر شما، بفرمه. بسا میگم سلام نزدیک 1 سال 2 سال میشه. بله. مثلا مدرسه من که
اینقدر مثلا واقعا اعتقاد دارن به معجزات الهی. صدای شما نامعلومه برای من، عذر میخوام. مریم جان بلندتر صحبت بفرمایید. برای باردار شدن مثلا یه جایی رو کنید که دوباره مثلا باردار بشم، بچه و خودم برسه. حتما برای فرزنددار شدن، حتما خواهرم. بفرمایید، بیاد با همدیگه بس دعا میکنیم. خواهر عزیزم ایمان داریم همون خدایی که سارا با سن بالا توانسته با فیض خدا صاحب فرزند بشه، الیزابت همچنین با فیض خدا من توانست صاحب فرزند بشه، و من خودم گواهی‌های بسیاری دارم که برای عزیزانی که دعا کردم خدا اجابت کرده صاحب فرزند شدن. خواهرم مریم، خداوند شما رو برکت خواهد داد. با این ایمان بایستید و از مسیح بخواید و مطمئن باشید که خداوند دست رد به شما نخواهد داد. لحظه چشماتون رو ببندید و دیگر هموطنان زنی که شاید این برنامه هستن و میل دارید که صاحب فرزند بشید و سختی‌ها توی زندگیتون هست و موانعی رو می‌بینید، فقط با دعای من متحد بشید. این رو بدونید که خداوند هر مانعی رو بر می‌داره. اون خدای محبت هست، خدایی هستش که خودش اعلام کرد بروید و کثیر شوید. به یاد خدا بیارید، بگید خدایا تو در کلام خودت کتاب مقدس گفت بروید و کثیر شوید و من میخوام صاحب فرزند بشم، اما در نام مسیح بخوام، در نام هیچ انسانی، حتی در نام خدای اسلام که الله هست نخواهید لطفا، فقط در نام مسیح بخواهید و یهوه به شما دست یاری خواهد داد. لحظه چشماتون رو ببندید خواهر مریم، با دعای من متحد بشید. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم که تو مطابق فیضت عمل میکنی. پدر جان اینک ای خدا خواهرم مریم رو به حضورت میارم، ایمان خوبی که ای خدا من داره و ای خدا با این ایمان تماس گرفته، خواهش میکنم در نام عیسی مسیح هر نوع نگرانی رو، هر نوع شک رو، هر نوع ترسی رو ای خدا از فکر خواهرم بشور و به ازای اون ای خدا او رو تقویت کن به امید خودت ای خدا من. امیدی که سارا از تو گرفت و صاحب فرزند شد ای خدا من. خواهرم مریم رو و همسر او رو برکت بده ای خدا، در یک دلی در محبت خودت ای خداوند، تحت پوشش فیضت آنان نیز ای خدا این عزیزان صاحب فرزندان بشن. و دیگر هموطنان عزیزی که با دعای من متحد هستم، تو فقط با فیضت اجابت کننده آن باش، در نام عیسی مسیح آمین. آمین که با ایمان بپذیر. ایمان یعنی این که خواهر خوبم، چشمنداز ما این هست که آنچه که خواستیم رو میبینیم، اما تحت پوشش فیض خدا، نه اعمال ما، حتی نه دعاهای ما. بگیم حالا ما 20 دفعه دعا کردیم، حالا این کشیش دستور چون دعا کرد میشه، خیر خیر، هرگز. خدا ما رو دوست داره و با فیضش ما رو برکت خواهد داد و هر نوع نگرانی رو و ناامیدی رو از وجود ما دور خواهد کردش. گویا تلفن ایشون هم ما الان نداریم. آیا با من هستید شما خواهر مریم؟ بله. پس خواهرم ادامه بدید دعاهاتون رو، ناامید نباشید که با فیض خداوند صاحب فرزند خواهید شد. ما برای شما در طول این ایام در دعا هستیم. شما رو به دستان مسیح می‌سپارم. هموطنان عزیز رو تشویق می‌کنم هر سه شنبه به وقت ایران ساعت 5:30 به وقت ایران ساعت 5:30 بعد از ظهر با شبکه محبت تماس بگیرید که من و گروه دعا در خدمت شما عزیزان هستیم که براتون دعا می‌کنیم تا ساعت ساعت البته نداره، هر ساعتی زنگ بزنید هیچ اشکال نداره. قبلا تا ساعت 8:30 بودش، اما من از اونجایی که الان بیشتر در خانه هستم و خدماتم رو اینجا انجام میدم خوشحال میشم در خدمتتون باشم. پس میتونید تماس بگیرید که براتون دعا کنیم و گروه دعای ما یک هفته برای شما دعا میکنن. لیست رو آماده میکنیم که این لیست رو میدیم به عزیزان که برای شما دعا میکنن و ایمان داریم خدا اجابت میکنه. بریم با هم دیگه خط دیگه ای داشته باشیم. بفهمید خواهش میکنم. آیا صدای من دارید؟ سلام. درود بر شما. بفرمایید خواهر زیبا، در خدمتتون هستم. می‌خواستم پسرمو دعا کنید. برای چه موضوعی خواهر زیبا؟ یکم مدت زبون داره. آخ جان.
زبونش میگیره حرف زدنی. خودتون هست خودتون میشنم هستن چون 10 سالته. اسمشون چیه؟ بله؟ اسمشون چیه؟ مانی. فرزندتون هستن. فرزندتون هستن. مانی الان اونجاست؟ بله بله. مانی اونجاست؟ بله اینجا. بله اینجا. 16 سالته. بله. صداش کن بیاد. صدای صحبت منو میشنوه؟ الو. سلام هستم. الو. سلام مانی جان. خوب هستی عزیزم؟ درود بر شما. مانی عزیزم، میخوام مستقیم برای خودت دعا کنم. خدایی که تو را آفریده، خدایی که به شما دهان زیبا داده، زبان زیبا داده، سخنهای خوبی داده، مسلم بدون که خداوند میتونه اون ضعف رو از شما برداره و مطمئن باش که خداوند تو رو برکت خواهد داد. اون نکنت زبان رو که شما دیگه نداشته باشید. لحظه آماده هستی مانی جان برای دعا کنم؟ بله. مانی جان آیا شما قلبت هم به مسیح دادی؟ بله؟ بله. میخوای قلبت به مسیح بدی؟ به هاللویا هاللویا. درود بر تو، درود بر تو که قلب به این خوبی داری. مانی جان من هم دعای نجات رو برات میخونم، فقط با آمین و بله من بگو و همینم میخوام برات دعای برکت کنم که با فیض خدا این ضعفی رو که میبینی که این رو بدون در این ضعف قوت خدا نمایان خواهد شد. تو برای مسیح بشارت میدی، تو برای خداوند سخن خواهی گفت و قلب‌ها لمس خواهند شد. اینو مطمئن باش تا این نکات زبانی زد شما برداشته بشه. لحظه با دعای من متحد شد و دیگر هموطنانی که میخوان به مسیح ایمان بیاورن این فرصت الان ایجاد شده. قلبتون رو به عیسی مسیح بدید. هاللویا هاللویا. خدای قدوس پدر عزیزم، خداوند تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم ای خداوند برای خواهرم زیبا، برای خانواده او. ای پدر عزیزم برای مانی عزیزم تو رو شکر میکنم. کلام تو ای خداوند به ما تعلیم داده که تو یگان پسر روحانی خود را بر روی زمین آوردی و ای خدا او جسم انسان به توسط حضرت مریم پوشید و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد تا هر کس بر او ایمان بیاورد حیات یابد. آیا مانی عزیزم آنچه را که اعلام کردم قلبت گواهی میده؟ قبول دارید؟ بله. و آیا حاضر هستی نسبت به گناهان گذشته چه دانسته و چه ندانسته توبه کرده و از این به بعد به تبعیت از روح مقدس خدا زندگی کنی؟ بله. هاللویا هاللویا. خداوند اینک از تو میخوام تو مطابق فیضت عمل کنی، دست پرزور تو بر او باشه، با خون مسیح زندگی مانی رو کفاره کنی خدا، هر ضعفی رو از او دور کنی خدا، به طور خاص این نکات زبان رو از او پاک کن برداره خدا، آرامش تو و قوت و سلامتی و پری روح القدس جایگزین هر ضعفی بشه و نام مانی رو در دفتر حیات خودت ثبت کن و او رو برکت بده به تمام مصلحت‌های دلش ای خداوند و از او استفاده کن در بین جوانان تا سخنگوی تو باشه، کلام تو رو اعلام کنه و جانها نجات پیدا کنن. و چون همه اینها را در نام پدر، پسر، روح القدس در نام عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت می‌کنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن مانی جان. با ایمان دریافت کن و بگو به خدا، بگو خدایا من میخوام دهان تو باشم، من میخوام برای کلام نسبت به کلام تو با دیگران سخن بگم و خدا تو رو برکت خواهد داد. مطمئن باش برادر خوب، به شما تبریک میگم برادر. دوست داشتی مانی جان، دوست داشتی بعد از میشه گفت نیم ساعت دیگه، 3 ربع دیگه مایل بودی میتونی زنگ بزنی یا در طول هفته زنگ بزن با هم بیشتر صحبت کنیم. باشه عزیزی، تشویقت میکنم انجیل مسیح رو مطالعه کن، تشویقت میکنم دعاها در نام مسیح باشه، با زبان زیبایی که ایمان دارم خدا به تو داده فارسی سخن بگو با خداوند و قلبت رو تو دستای او بدون و خدا با تو خواهد بود. شما رو به دستان مسیح میسپارم با سپاس از اینکه با ما بودید. ممنون از شما، دست من نکنم عزیزی. فیض خداوند با شما باشه، فیض خداوندمون با شما باشه. با تشکر از شبکه محبت، از تمام کارکنانی که این نظر لطف رو دارن در این مسیر ما رو خدمت میکنن، همچنین بعد از اون یاسر جان که اینجا با ما هستن این محبت رو با ما دارن، هموطنان عزیز تشویقتون میکنم لطفا
خواهش میکنم. امروز ما نجات پیدا کردیم. آیا همسایه شما نجات پیدا کرده؟ آیا اهل خانواده شما نجات رو داره؟ آیا فامیل های شما که خیلیاتون میگید اینا فلانی عموی من چقدر مرد خوبیه، دایی من چقدر خوبه، عمه من چقدر خوبه، آیا این خبر خوش نجات رو شما به گوش اونها رسوندید یا نرسوندید؟ من امروز به خاطر اون هدایت هایی که میشم درباره اسلام سخنانی رو میگم برای روشنگری، اما شما این کار رو لزومی نداره بکنید. شما فقط محبت کنید عزیزان رو، خبر خوش نجات رو به گوششون برسونید و اونها متوجه خواهند شد. ولی امروز من نه تنها خبر خوش نجات رو میدم با هدایت خدا، روشنگری میکنم تا مردم اسلام رو بشناسن. اما سکوت نکن هموطن عزیزم، تو سهمی داری. اگر ما میشنویم جوان قهرمانی مانند نوید افکاری قربانی آزادی در سرزمین عزیز ما میشه، نه اگر ما بی تفاوت باشیم چه انتظاری داریم وقتی ما میریم در حضور خدای زنده از او چیزی رو میخوایم و خدا صدای ما رو بشنوه؟ وقتی ما نسبت به هموطنانی که میبینیم، انسانهایی که میبینیم بی تفاوت هستیم، آیا این دروغ نیستش که ما خدا رو دوست داریم؟ خدای ندیده رو چگونه ما میتونیم دوست داشته باشیم وقتی که خواهر و برادر و هموطن عزیزمون رو در رنج میبینیم؟ وقتی که والدینی رو میبینیم که فرزندانشون رو از دست دادن چرا سکوت میکنی؟ تو به عنوان یک ایماندار حداقل میتونی آیاتی رو بر برگه کاغذی بنویسید، دوله کنید، هدیه کنید به هموطنانتون، خبر خوش نجات رو بدید. شما میتونید فرکانس شبکه محبت رو بنویسید، بر کاغذها پخش کنید تا مردم آشنا بشن با شبکه‌های مسیحی و ایمان بیارن. شما میتونید بر در و دیوارها بنویسید کمپین خدا محبت ادامه داره، بنویسید که خدا محبت است، بدونن الله خدا نیست. شما میتونید در دیوارها بنویسید من مسلمان نیستم، روی مسلمانی زفتر بزنید. شما میتونید سرنگون باد نظام اسلامی رو بر دیوارها بنویسید. شما میتونید در کنار اپوزیسیون بایستید، اپوزیسیونی که در راستی ایستاده به اسلام میگه نه و حقیقت رو پرسجو میکنه و به دنبال حقیقت هست. در انتها از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیض عمل کن در نام عیسی مسیح. سرزمین عزیز ما را ای خدای قدوس، از آنچرا که تا به امروز دلیلی شده از طرف نظام اسلامی باعث درد و رنج شده، تو رهایی بده. مردم دردمند ما رو تو دستگیری کن و خبر خوش نجات رو تو به قلب اونها برسون و تو ای خدا جلال یاب. همچنین از تو میخوام دست حفاظت تو با این شبکه باشه و خدمات در این شبکه، در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الابد، آمین. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو، دلم دست به دعاته، چشم همش به راه